روشنفکرانی که من میگم از بعد از شهریور 20 در ایران حاکم بر افکار عمومی شدن، غیر از تولید سم نظری، سم فکری، کار دیگه نکردن عمدتاً. ببینید شعرهای شعرهای خوبی گفتن، رمان‌های خوبی نوشتن، از نظر فنی، از نظر هنری بله، ولی از نظر محتوایی هیچی. شریعتی اومد شروع کرد به صحبت کردن، اول در مورد امام حسین اینا صحبت کرد، خیلی خیلی هیجان انگیز، بعد گفته امام حسین امروز ما چه گواراست. این چرا از استالین دوباره دفاع میکنه؟ این سوال اصلی ماست، این پرسش اصلی، این وضعیت روشنفکری ماست. میگه که برو بگو که اینها همه ما رو فریب دادن، یعنی کل در واقع جمله، همه ما رو فریب دادن، هیچی در بساط ندارن. این دوتا جمله کلیدی که سیاوش کسرایی بعد از این که میره مشاهدات میدانی خودش رو از این اقتصاد سوسیالیستی میبینه به شجریان میگه که برو به رفقا بگو. یه نمونه دیگرم بگم در میان چند تایی که حضورن، از مرحوم اخوان سالس، که ما به طرف نوع سوسیالیسم اسلامی پیش می رویم که در آن مالکیت خصوصی به حداقل تاثیرگذاری خود خواهد رسید. ناقص به تدریج کامل میشه، ولی ناقص الخلقه هرگز کامل نمیشه. ایدئولوژی ها ناقص الخلقه هست. هنر رو در خدمت تخریب جامعه قرار دادن، این بزرگترین خیانت فقط به اقتصاد نبود، به خود هنر بود. آخرش ببینید چی گفت داریوش شایگان، اواخر عمرش مرحوم شایگان، گفت ما روشنفکرها به این مملکت گند زدیم.